پس از بازگشت از شهر منچستر در ادامه سفرمون به کشور هلند میری تا با دوستی قدیمی گفتگویی در باب پرستش داشته باشیم. داریوش گلباقی که در سالهای اخیر او را با ویدیوهای پرستشیش میشناسید به همراه همسر و فرزندش بیتا خداوند رو خدمت میکنند و با تهیه موزیک ویدیوها و اجرای کنسرت‌های پرستشی در سراسر دنیا پیام انجیل رو به فارسی زبانان بشارت میدن. در زمان سفرمون به هلند، داریوش و تیمش برای برگزاری یک کنسرت پرستشی در شرق هلند آماده میشن. در آغاز صحبتمون از او پرسیدم که چه چیز بیش از همه در پرستش‌های ما اهمیت داره. پرستش در مرحله اول یک فرمان الهیه که از آسمان بر زمین صادر شده. به طور مثال در مزمور 22 میگه که خداوند رو بسرایید و خیلی از مزمورا هست و مدل‌های مختلف هم براش آورده. گاهی با ساز، گاهی بدون همراهی موسیقی هستش و در نهایت انگار اون چیزی است که به نفع ما قراره تموم بشه، چون وقتی که کل این آیات رو و در واقع فصول کتاب مقدس کنار هم دیگه میذاری، اون روح کلی که داره کتاب مقدس رو هدایت میکنه که روح خدا باشه، وقتی به اون دقت میکنی در یه قالب کلی میبینی، میبینی که در نهایت انگار به نفع ما قراره که این پرستش انجام بشه. یعنی همونطوری که مثل همیشه خدا پاپیش گذاشته در طول تاریخ، این بار در پرستش خودش هم خدا قدم اول رو برمی داره، گام اول خدا برداشته و گفته من رو بپرست. پرستش منو ببر به خونه، جایی که عیسی اونجاست تا ابد مهمونه، سرود و شادی برخواست، منو ببر به خونه. پرستش منو ببر به خونه، عیسی شفای قلبم از بس مهربونه، شده مرهم جانم، منو ببر به خونه، منو ببر به خونه. وقتی ما مسا اون قسمت‌های دعای ربانی رو میخونیم، اولین جمله‌ای که میاد میگه ای پدر ما که در آسمانی. جملات بعدیش از خدای قدوس صحبت میکنه، خدای بخشنده صحبت میکنه، خدای الشادای قادر مطلق صحبت میکنه و تمامی شخصیت‌های خدا رو توی اون دعای ربانی مسیح به ما نشون میده. ولی اولین جمله‌ای که میگه، میگه ای پدر ما که در آسمانی، بعد میگه نام تو مقدس باد. یعنی یک نکته های اهمیت رو به ما یادآوری میکنه که او در این حالی که همه این مشخصه ها رو داره، در اولین قدم خودش پدر آسمانی ماست، داره از یک نوع رابطه صحبت میکنه. من فکر میکنم که این رابطه دو طرفه هستش. وقتی ما نیازمند رابطه با خدا هستیم، خدا در اون رابطه است که میاد و کار خودش و کار اصلی خودش رو که درک اراده اوست رو در زندگی ما پیاده میکنه. پس فکر میکنم در وهله اول پرستش بیشتر به درد ما میخوره. من اومدم که امشب وجود تو بیدار شه، ببینی من کی هستم، چقدر مشتاقت هستم، درون تو آروم شه. کسی که مهمون توست، خداست که منجی توست، میخواد باهات بمونه، سفره ای از محبت، برکت فیض و رحمت برای تو بچینه. پرستش رو میشه به دو نوع بهش نگاه کرد. یک نوع اولش اون تسلیم به اراده خدا شدنه، اون اتفاقی که توی زندگی ابراهیم میفته. زمانی که ابراهیم میخواد اسحاق رو ببره برای قربانی کردن، وقتی به پای کوه میرسه به اون خدمش که باهاش بودن و با اون چهارپای معروف که باهاش بوده بهش میگه تو بمون پیش این اولاغ و من با اسحاق میرم به بالای کوه، ما میرویم تا خدا رو بپرستیم و برمیگردیم.
یکی از اولین بارهایی که در کتاب مقدس به کلمه پرستش اشاره میشه در همین جاست، در پیدایش، در همون جایی که ابراهیم به خدمش میگه که شما بمونید، من میخوام برم بالای کوه، بریم بالای کوه خدا رو بپرستیم و برگردیم. کلمه به عبری کلمه شاخا استفاده میکنه، یعنی دپرس بودن. دپرس بودن نه به معنی که امروز استفاده میکنیم، دپرس بودن معنی این که از من کم بشه به خدا افسوده بشه، تضرع، زانو زدن در مقابل خدا، نشستن و با او درد دل کردن. پس نوع اول از پرستشون تسلیم اراده خدا شدنه. یک نوعی از تعریف میتونه این باشه که ما خدا رو با ساز و آوازمون بپرستیم. و این فهم میکنم در کتاب مقدس دوباره توی عهد عتیق فهم میکنم از زمان داوود، داوود پادشاه این خیلی این رسم شد در واقع. چرا که داوود خودش نوازنده بود، نوازنده خیلی خوبی بود، به قول معروف نوت میدونست و سازهای مختلف مینواخت. حتی بعدا تو کتاب مقدس بهش اشاره میکنه که اگه سازهایی که لاویان مینواختن سازهای داوودی بود یا اشعار داوودی بود. یه دوره‌ای به این طرف، نه که از قبلش نبوده، از همون اول پیدایش صحبت از نوازندگی و نواختن بوده، ولی یه دوره‌ای به این طرف پرستش با ساز و آواز همراه میشه. ولی اصل ماجرا اون اتفاقیه که بر بالای کوه در زمان قربانی کردن پسر توسط پدر اتفاق میفته، که واقعا داستان زیبایی و پر از درس. من میتونم از قبال تجربیات شخصی خودم بگم، میتونم بگم که من در طول این مثلا 8 سال یا 10 سالی که در گروه های پرستشی خدا رو پرستیدم، تو کلیساهای مختلف، در فرقه های مختلف مسیحیت، با آداب و رسوم مختلف، تو فرهنگ های مختلف، زبان های مختلف، اقوام مختلف رو دیدم که خدا رو پرستیدن، میتونم بگم که اون چیزی که در نهایت تا حالا امروز که دارم صحبت، شاید 10 سال دیگه چیزهای دیگه برای من کشف بشه، ولی اون چیزی که من متوجه شدم اینه که قلب ما از همه چیز برای خدا مهمتره. میگم پرستش قلب برای خدا مهمه، منظورم فقط احساسات نیست، چون خیلی از ما فکر میکنیم که از قلب ما فقط احساسات سرچشمه میگیره. منظورم این نیست، منظورم این که اون چیزی که تمامی جان ماست، تمامی فکر ماست. پتروس یه خیلی قشنگ میگه بیایم روح خود رو به آسمان مثل قربانی ببریم، روح خود رو به آسمان مثل قربانی بلند بکنیم. پس چی که با روحه؟ می ستایمت مسیحا با تمام روح و جانم، می ستایمت خداوند با نگاهم با زبانم. اینجا یه مطلب خیلی قشنگ میخونم، میگفت که پرستش های خدای یک شنبه ما با خدای طول هفته ما فرق نداشته باشه. خدایی که ما جمع میشیم دور هم دیگه توی کلیسا، حالا شنبه یا یک شنبه، خدا رو بعضی از کلیساها مراسمشون یک شنبه ممکنه باشه، خدا رو در اون جماعت میپرستیم، چند تا سرود بخونیم و بعد تمومش بره، در طول هفته بریم سراغ کار خودمون رو و چیزهای دیگه بیاد در اولویت قرار بگیره، مثل همون بوتهایی که خدا ازش صحبت میکنه توی خروج. نه، خدا اینو دوست نداره. من فهم میکنم قلب پدر اینو نمیپسنده. پرستش های ما، اطاعت ما، تسلیم اراده او شدن در تمامی مراحل زندگی که خودمون احساس میکنیم، خودمون که نمیتونیم فریب بدیم، خودمون احساس میکنیم که خدا خوشنوده، خدا راضیه، نه اینکه چون رضایت او رو میخوایم جلب بکنیم او رو بپرستیم، نه، چون او را دوست داریم او رو میپرستیم، پس او خوشنود و راضی خواهد شد. پرستم من تو را ای خدای مهربان، میپرستم من تو را با تمام قلب و جان، میپرستم من تو را ای خدای مهربان، میپرستم من تو را با تمام قلب و جان، میپرستم 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 من تو را، میپرستم 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 من تو را، میپرستم میپرستم می پرستم، می پرستم، می پرستم، خدای ما خدای تعادله. وقتی کتاب مقدسش مطالعه میکنیم به یه تعادلی میرسیم و اصلا ذهن ما متعادل میشه و آرامش میگیره.
پرستش یک سری اصول خاصی داره، یک سری ساختارهای خاصی داره که قوم باید از اون اطاعت بکنه و طبق اون قرار بگیره. اون چیزی که واقعا تو عهد عتیق بیشتر به چشم میاد در زمینه پرستش اینه که پرستش بسته به مکان خاصیه، بسته به افراد خاصی، یک سری نماینده داره برای انجام گذراندن قربانی‌ها و پرستیدن خدا، یا به یک سری رسوم خاصیه، تشریفات خاصی. و اون چیزی که در عهد جدید بعد از آمدن عیسی مسیح به چشم میاد اینه که اولین اتفاقی که میفته در همون مثال معروف عیسی، ملاقات عیسی با زن سامری، یوحنا 4 میگه زمانی خواهد رسید و اکنون رسیده که نه در این کوه و نه در اورشلیم. یعنی اولین چیزی که عیسی مسیح میاد یه خطی دورش میکشه توجه ما رو بهش جلب بکنه مکانه، یعنی انگار مکان برداشته شده از پرستش ها. یعنی هر جایی که شما به روح و راستی خدا رو بپرستید، خدا در اونجا هست و شما این اجازه دارید که خدا رو بپرستید. یه نکته خیلی مهم هستش اینه که ما این تعادله رو رعایت بکنیم، اینکه خدا در این حالی که خدای قدوس، خدای نزدیک پدر، اومده رابطه برقرار بکنه توسط مسیح، جان فشانی میکنه برای ما، در این حال خدای محترمی هست، خدایی که او لایق عزت و احترام و تکریمه. یعنی یکی از دوتا کلمه‌ای که در کتاب مقدس که یکیش همون شاخهای در عهد عتیق بهش اشاره میکنه، پرستش رو اینطور تعریف میکنه که زانو زدنه، تضرع در مقابل خدا. و این همون کلمه در عهد جدید پرستش رو دستبوسی و تعظیم کردن در مقابل خدا و او رو تکریم گفتن، او رو احترام گذاشتن. پس خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما در این حالی که خدا رو دوست داریم، با همه قلب میخوایم اون رو بپرستیم، در این حال میدونیم که او پدر هست، در این حال بتونیم اون احترام رو نگه داریم. صد درود بر نام زیبات، ملکوت آسمونی، با شکوه سیر پاس. صد درود بر نام عیسی، صد جلالت و خداوند، پر کن از روحت خداوند، تو مسیحی آیه. من فکر میکنم در واقع اون چیزی که خیلی میتونه به ما، برای ما مضر باشه، اینه که ما از زیر بار مسئولیت‌هایی که به ما سپرده شده شونه خالی بکنیم. نه تنها شونه خالی بکنیم، بلکه تقصیر رو گردن دیگران بذاریم. حتی اشتباهات خودمون رو گاهی به خاطر بی‌مسئولیت‌ها گردن شریر یا نیروهای شرارت بذاریم. میدونی یه داستانی تو کتاب مقدس هست، یه ماجرای اتفاق افتاده که همیشه هر جای مطرح میشه سر صدای همه در میاد. آقایونی که تو جلسه نشستن تقصیر رو گردن خانما میندازن و برعکس خانما گردن آقایون. اتفاقا دقیقه خدا میخواد روی همین نکته دست بذاره. در پیدایش وقتی اون اتفاق معروف میفته و مار فریب میده حوا رو، آدم میگه که این زن من رو فریب داد، من فریب اینو خوردم. بعد به خدا هم شاکی میشه، میگه تو این زن رو به من دادی؟ و حوا میگه این مار، این جانور خزنده من رو فریب داد. یعنی خیلی قشنگه، تو چند تا جمله میبینیم که چقدر کوتاه، مفید و مختصر این عزیزان تقصیر رو میندازن گردن کسی دیگه‌ای. بعد در چند آیه بعد میبینیم که هابیل به دست برادرش کشته میشه، یعنی فرزندان اون خانواده‌ای که از زیر بار مسئولیت، زیر بار کارهای اشتباهشون شونه خالی کردن، اولین قتل رو روی کره زمین انجام میدن.
به خاطر تقصیرات و اشتباهاتمون نیازمند به منجی هستیم. پس در وهله اول ما باید اینو قبول بکنیم. پذیرفتن دعوت الهی توسط عیسی مسیح بر روی زمین. ما اون نجات رو باید دریافت بکنیم. بعد از اون وقت میتونیم ادعا بکنیم که خدا رو میتونیم بپرستیم. دل پرستنده یعنی این که ما خدا رو با تمامی دلمون بپرستیم، همه دلمون بپرستیم، نه یه قسمتی از دلمون رو. یعنی اون رو بذاریم در اولویت. و فکر میکنم که یکی از فرمانهای کتاب مقدس، یکی از حکمای اعظمه، حکم بزرگی که میگه خداوند رو با همه جان، دل و فکر خود محبت کنید، یا کلمه مترادف بپرستید، ستایش بکنید. و نه تنها عقل و جان دخیله، بلکه قلب ما باید کامل برای خدا باشه. یعنی اون در جایگاه اول زندگی ما قرار بگیره. بشنو صدای قلب من، خدای من، مسیح من، پر کنم وجود من، پر کن همه وجود ای سرور و ای شاه من، بشنو صدای قلب من، خدای من، مسیح من. فکر میکنم یکی از کلیداش شکرگزاری باشه. یعنی این روحیه شکرگزاری رو تمرین بکنیم، تمرین بکنیم واقعا. یعنی همونطوری که بدن ما، جسممون نیاز به تمرین داره، ورزش میکنیم، که من خیلی کم این کار انجام میدم، ولی روح ما هم نیاز داره، فکر ما، قلب ما نیاز داره که تمرین بکنیم به شکرگزاری. و این از کوچکترین چیزها شروع میشه. کتاب مقدس خیلی قشنگ میگه، میگه تو اگر اون برادر خودتو که میبینیش به چشم محبت نکنی، دروغ میگی اگر خدایی که او رو ندیدی رو میخوای محبت بکنی یا ادعا بکنی که او رو دوست داری و میپرستی. این روحیه شکرگزاری باید از این عزیزان تمرین بکنیم. و این روحیه در یک نقطه‌ای از زندگی به داد ما میرسه که ما به حالت در واقع تضرع، به حالت غم، افسردگی درگیر یه سری مسائل میشیم. برای همه ممکن اتفاق بیفته. شما ممکنه یک عزیزی رو در زندگی در دست بدی. از کنترل ما، خیلی چیزا از کنترل ما خارجه. ما خیلی چیزا رو نمیتونیم کنترل بکنیم، ولی این رو میتونیم کنترل بکنیم که روحیه خودمون رو در پرستش خدا انقدر تمرین بدیم که وقتی به زمانهای غم و اندوه میرسه، خدا رو به یاد بیاریم و اون همیشه حاضره. این فراموش نکن، اون همیشه حاضره که ما رو محبتمون بکنه و ما رو بلند بکنه. روح القدس تو قلب ماست، وجودمون مال خداست، هیچ وقت نمیره یادمون، عیسی مسیح کنار ماست، عیسی مسیح کنار ماست. نگاه ما به آسمون، دوست داریم بابا بدون، نمیذاریم فیض نجات دور بشه از خاطرمون، دور بشه از خاطرمون. ما یه مسئولیتی رو بالاخره پذیرفتیم برای اینکه خدمتی رو انجام بدیم، خدمت پرستش رو انجام بدیم، مثل عزیز دیگه‌ای که داره خدمت دیگه‌ای تو کلیسا انجام بدیم. بخش دومش برمیگره به اینکه ما هم انسان هستیم. ما باید اینطوری به هم دیگه نگاه بکنیم. یعنی اگر کسی در خدمتی هست، او رو نباید قدیس فرض بکنیم، فقط خدا قدوسه. ما اگر ایستادیم در جایی و داریم خدمت میکنیم، فقط و فقط به فیض مسیحه که این اتفاق افتاده، نه از طرف ما، نه از سمت ما، همه هر چی هست از اوست. %90 از زمانهایی که ما برای پرستش در کلیسای خودمون یا جای دیگه آماده شدیم، 90% با مشکلات بوده.
یعنی هیچ وقت هیچ چیزی بر وفق مراد نبوده. حالا بعضی از بچه‌ها تو گروه میگن که خود یک برکتی رو در نظر داره و نیروهای شرارت شیطان نمیخواد که ما به برکت برسیم و نه فقط برای خودمون، بلکه برای جماعت این برکت هست. به خاطر همین سنگ اندازی زیاد هست. ولی اینکه دل ما چقدر اشتیاق داره برای دیدار با خدا، شنیدن یک کلمه از اون. من همیشه در پرستش هم میگم خدا یا یک کلمه، یک حرف حتی، یک آوا از سمت تو زندگی من رو تا ابد تغییر خواهد داد. پس با اشتیاق میریم برای اینکه از خدا بشنویم. و باز دوباره به غیر از شکرگزاری که اول صحبت گفتیم و اشتیاق، اینکه نباید فراموش بکنیم که با یک خدایی که قابل احترامه، قابل تکریم روبرو قرار بشیم. پس با احترام میریم به سمت پرستش خدایی که در این حال که خداست پدرم هست. ما انسان‌های علکی خوش نیستیم. خوشی ما عظیمه به خاطر اینکه خدایی رو میپرستیم که واقعا بهش اعتماد داریم. ببینید شما وقتی در این رابطه اعتماد دارین، هر نوع شکی از قلب شما میره، از ذهن شما میره و به خودی خود اون رابطه یکی از زیباترین رابطه ها میشه. مثالای زمینیش خیلی زیاده. روابط بین زن و شوهرها، اکثر ازدواجایی که به موفقیت نمی انجامد به خاطر اینکه اعتماد بین در رابطه نیست. بارها ثابت کرده خدا بودن خودش رو. نه ما علکی خوش نیستیم. لزوماً هر موقع برای پرستش بریم همیشه نبود علکی بخندیم یا شادی خودمون حتی به ظاهر نشون. نه اتفاقاً خدا دوست داره ما خودمون باشیم. خاطرم هست در این سالهایی که خدا رو در پرستش خدمت کردم، بازم میتونم بگم 80-90% موقعی بوده که لحظات اوج پرستش من لحظاتی بوده که من در تنهایی خدا رو پرستیدم و بارها یادم هست که با عشق و ناله به حضورش رفتم، با روی زانو به حضورش رفتم و ازش بخشش رو طلبیدم، ازش خواستم که کمکم بکنه. وقتی شبانه من تو هستی محتاج نخواهم بود، وقتی نور راهم تو هستی بینا خواهم بود. یادم هست اون اتفاقی که برای بیتا افتاد. ما داشتیم رفتیم پرستش بکنیم، یه جمعیه کنسرت پرستشی بود، یه جمعیت خیلی زیادی هم اونجا بود، مردم مشتاق بودن و گروه پرستش تمرین کرده بود مدت‌ها، قرار بود اونجا باشه و بیتا جان برای اولین بار می‌خواست با سازش ویالون میزنه، ویالون می‌نوازه، می‌خواست بیاد و دو تا سرود فارسی تمرین کرده بود، می‌خواست بیاد با ما همراهی بکنه. تو تمرین همه چی عالی بود، دو ساعت دعا کردیم، تمرین کردیم با گروه، بعد بس از صحنه میره پایین، میفته و انقدر این اتفاق سریع افتاد که واقعا کسی، من فقط تنها چیزی که یادمه صدای ناله هاش و جیغی که تو سالن پیچید و بچه همه از استیج اومدن پایین، کسایی که داشتن تو سالن کار میکردن اومدن طرفش و پاش از دو جا بدجوری میشکنه به طوری که استخونات جا به جا میشن و من که بالای استیج رو صحنه خوش شده بودم، گیتار رو تو دوشم و خوش شده بودم که خدایا این همه دعا کردیم اومدیم به حضور تو. تو عشق و یار من در تنهایی با من هستی همیشه، تو درمان دردم دل شدن روحم در من همیشه. یادم از وقتی بیتا جان رو بردیم به بیمارستان، خیلی سریع آمبولانس اومد و اونو گذاشتن توی آمبولانس و بردنش به بیمارستان. اونجا که بودیم مورفین بهش تزریق میکردن چون خیلی درد وحشتناکی داشت و من برنامه اون شب پرستش رو کنسل شده میدونستم از تو ذهن خودم، تموم شده بود، دو ساعت مونده بود مردم بیان و بچه ها از اونجا تماس میگرفتن گفتن نگران نباش، ما فقط نگران شما هستیم، نگران بیتا هستیم، براتون در دعا هستیم. خلاصه همه دعا میکردم، یکی دو نفر عزیزم با ما اومده بودن بیمارستان و من یادم هست که یه لیوان آب دستم بود توی راهرو
راه میرفتم صدای ناله بی تو از توی اتاق میومد و من بیرون داشتم حرکت میکردم و خدا یه صحنه خیلی قشنگی رو به یاد من آورد، صحنه قربانی کردن اسحاق توسط ابراهیم رو، اونجایی که ابراهیم میگه شما اینجا بمونید، به خدمش میگه ما میریم بالای کوه میخوایم خدا رو بپرستیم و برمیگردیم. با چه امیدی میگه برمیگردیم؟ حرف زدن در موردش خیلی راحته، من بارها در موردش حرف زده بودم، بارها در موردش فکر کرده بودم، همش دیگران رو تشویق کرده بودم، ابراهیم بهترین بود، ابراهیم این کاری که گفت میریم پسر خودش رو داشت میبرد قربانی کنه، چاقو بذاره زیر گلوش و میخوام بریم خدا رو بپرستیم، بمون اینجا ما برمیگردیم، امیدم تا زیاد در موردش حرف زده بودم. ولی در یک موقعیتی، حالا نه به اون شدت ابراهیم، تازه خیلی دیگه درصد پایینتری از موقعیت ابراهیم قرار گرفته بودم و تنها فرزند من رو تخت بیمارستان بود، در حالی که ما رفته بودیم با دعا و روزه رفته بودیم خدا رو بپرستیم و اون صحنه جلوی چشمای من اومد و یک آرامش خاصی اومد. و جالب اینجاست وقتی که برمیگشتم به سمت اتاق بیتا، یک صدای من صدای خدا رو نمیشنوم، نمیگم که واضح صدای خدا رو میشنوم، ولی یک آوای، یک نغمه، یک چیزی، یه حسی درون قلب من به من گفت که من او رو بیشتر از تو دوست دارم، من بیتا رو بیشتر از تو دوست دارم. چقدر اومد وقتی میبینم تو رو همیشه دارم، چه با شکوه حتی رویا که توش تو هستی آورم. دیگه مهم نیست این که من زمینیم تو آسمونی، تنها دلیلی اگه تو این تن خسته مونده جونی، تنها دلیلی و من تازه اون شب اونجا محبت خدا رو درک کردم. بعد از این همه سوال که ادعا می‌کردم خدا رو شناختم، دارم می‌شناسم، گفتم من بیتا رو بیشتر از تو دوست دارم. و زمانی که یادم برگشتیم تو اتاق، بیتا گفتم بابا پس من پیش تو میمونم. اینجا آروم شده بود دیگه، گفتم پیش تو میمونم، نمیرم برنامه. اول دست منو گرفت گفت بابا نرو، اینجا بمون. بیگه فهم کنم که چند ثانیه گذشت، بعد پشیمون شد، حالا یا خدا باش صحبت کرده نمیدونم، پشیمون شد و گفت که بابا برو. و جمله که بیتا گفت دیگه واقعا قلب پرستش من رو لرزون. این بود که بابا برو، خدا منتظره، خدا منتظره. آهو افتادم در مضمون که میگه جان من اینطوری برای تو تشنه است، که اون آهو بعد از مدت‌ها دویدن تو اون بیابون وقتی به اون نهر آب میرسه چطوری میخواد از اون آب بنوشه. واقعا تو پرستش باید جان ما اونطوری تشنه باشه برای خدا. و وعده مسیح میگه تو از این آب وقتی مینوشی تا ابد درون تو جوشان، نهرهای آب جوشان جاری خواهد بود و دیگران میتونن ازت برکت بگیرن. سرائیش آهش آمد، سرائیت قرص ماه آمد، میان آخرین امناک خدایی شکل ما آمد. سرائیت وده بر جا شد، جهانی تازه بر پا شد، سرائیت شکت شیطان به خونه بر رسوا شد. سرای سبزه ها سرزد، دلا سوی خدا پرزد، پدر با دست پر مهرش به پشت قرار.